یادتونه چند ماه پیش توی یه ویدیو با هم راجع به این صحبت کردیم که NFT یعنی چی و چجوری میتونیم آثارمون رو به صورت NFT بفروشیم؟ امروز میخوایم بریم ادامه بدیم ماجرا رو و کاملا عملی توی سایت فاوندیشن یکی از آثار رو NFT بکنیم. مرحله قبلش اینه که باید کیف پول بسازیم. پس میخوایم بریم کیف پول بسازیم و بعدش بریم یکی از آثار من رو یک تایم لپسی اون رو NFTش بکنیم. سلام و صد سلام. امیدوارم که شاد و خوش و خرم باشین. پریسا باجلانم و توی این قسمت میخوایم بریم NFT رو ماجراش رو ادامه بدیم. اگه یادتون باشه چند ماهی پیش راجع به این که اصلا NFT چیه با هم دیگه صحبت کردیم. ما اون موقع توی فاوندیشن یه اکانت ساختیم به نام پریسا باجلان، ولی میدونین که به محض اینکه اکانت بسازی نمیتونی آثارت رو برای فروش بذاری. دو تا راه حل داره برای اینکه بتونی شروع بکنی به کار رسمی توی فاوندیشن یکی از محیط‌های NFT کردن و فروش آثار دیگه. دو تا راه حل داره، یکیش اینه که آرا جمع بکنی، یکیش اینه که یک نفری که قبلاً NFT کرده و فروخته و حالا قابلیت دعوتنامه دادن به بقیه آدم‌ها رو داره به شما دعوتنامه بده، که ما همون موقع چند ماه پیش از آدم‌های مختلف خواستیم، توی همون ویدیو هم اعلام کردیم که دوستان به ما دعوتنامه بدین، تا بالاخره چند وقت پیش یکی از دوستان به اسم بهرام به ما یک دعوتنامه داد. دمش گرم، دستش هم درد نکنه، و ما الان آمادگی اینو داریم که یک اثر رو NFT کنیم. قبل از NFT کردن ما چیکار کنیم؟ کیف پول باید درست کنی، توش پول بذاری که باید پولا رو خرج بکنی دیگه. قسمت‌های دردناکش برای NFT کردن مجانی نمیشه. اگر نمیدونید NFT چیه، بریم ویدئوی قسمت قبل رو ببینید، لینکش رو براتون اینجا میذارم، اصلا با مفهوم و پایه کار آشنا بشین، بعد بیاین اینجا بریم داخل سایت بشیم و کیف پول بسازیم. اول کیف پول، اول از همه ما بگو چیه. ببین، مفاهیم و فضا سازیش رو تو اون قسمت قبلی گفتیم، اما حالا میخوام امروز در واقع تو عمل ببینیم آقا توی کامپیوتر این کیف پول ساختنه چیکار داره میکنه. بیایم از آخر به اول بریم. ما میخوایم یک اثر هنری رو در قالب ویدیو یا عکس، که الان ما میخوایم نمونه کاری که آماده کردیم یک ویدیو 10 ثانیه‌ایه با حجم کمتر از 50 مگه، رزولوشن 4K، یکی از تایم لپس‌های پریسا از آسمان شب که یک رد ستاره‌ای رو گرفته و میخواد این رو به عنوان اثر هنری خودش به عنوان یک پرونده رمزنگاری شده در بلاکچین اتریوم میخواد این رو بفروشه و میخواد کپی رایتش رو واگذار کنه و از این به بعد نمیتونه بگه این ویدیو مال منه، این صحنه، این تصویر مال منه. اون کسی که میخره دیگه اونه که میگه مال منه. مثلا ممکنه 10 سال دیگه ما یک عکاس، یک مستندساز خیلی سرشناسی بشیم و اون کسی که الان مالک اون ویدیوه میتونه اینو به قیمت مثلا چندین برابر بفروشتش. به عنوان یک مجموعه دار میتونه بگه آقا این که پریسا باجلان گرفته مالکش الان من. هر کی الان محصولات ما رو بخره خیلی خوش به حالشه، در واقع خوشبخت دو عالم واقعا. خب داشتیم اینو میگفتیم، بیایم از آخر به اول بگیم. شما NFT در واقع ویدیویی که NFT کردی و آماده کردیش برای حراج، تو دو مرحله باید پول براش هزینه بکنی که آماده بشه. مرحله اول مینت کردن یا ضرب کردن، همونطوری که قبلا تو قسمت قبل توضیحش دادیم. آره، با سکه و اینها توضیحش دادیم. یعنی تو اول میای اثرت رو، محصولت رو، محصول دیجیتالیت رو به عنوان یک پرونده رمزنگاری شده در بلاکچین اتریوم تبدیلش میکنی، پس یه مرحله اینجا با پول بدی. مرحله دوم اینه که حالا اینو میخوای بذاری تو ویترین و بگی حالا این آماده است برای حراج، اینم باز باید یه بار دیگه بهش پول بدی. به این پوله میگن گسفی یا پول سوخت، پول سوخت فسیلی حالا یا هر سوخت دیگه‌ای که باعث میشه انرژی الکتریکی تولید بکنه، ماینر رو روشن بکنه، ماینر پردازش بکنه این محاسبات رو و پرونده و قرارداد رمزنگاری شده شما رو تولید بکنه. که اگه یاد باشه اون موقع هم صحبت کردیم که آقا اگه ما میخوایم وارد این فضا بشیم، آیا این سوختهای فسیلی باعث گرمایش زمین میشه نمیشه، خیلی صحبتهای اینجوری محیط زیستی هم در موردش میکنن. کامنت های زیر ویدئوی قبلی هم بخونیم، جالب بود. دوستان مختلفی داده بودن، آره، بحث رو کامل کرده بودن و بحث های جالبی را افتاد. مثلا یه سری به این اشاره کردن که خب همونطور که رمز ارزها
مصرف برق و انرژی دارن، بانک ها هم دارن، اونها هم محاسبات زیادی دارن انجام میدن. ما خودمون به نتیجه قطعی نرسیدیم، ولی یه پادکست از آقای کاوه مدنی من چند وقت پیش راجع به این موضوع شنیدم. جادی هم اتفاقا یه پادکست در مورد این موضوع راجع به رمزارزها و محیط زیست. راجع به ربط رمزارزها و محیط زیست یه پادکست آقای کاوه مدنی داشت. سعی می‌کنیم توی کپشن سعی می‌کنیم که می‌ذاریم دیگه، توی کپشن لینکشو می‌ذاریم، اونو حتما گوش بدین. اگه شما هم مثل ما کلا به این فکر می‌کنید که تو مسیر زندگیتون چی رو انتخاب بکنید که روش زندگیتون پایدارتر باشه، احتمالاً به محیط زیست هم همیشه یه نیم نگاهی داریم. خب اتفاقا توی کامنت ها هم باز اصلاح کردن ما رو. اون تایمی که ما این ویدیو رو ضبط کردیم خب نمونه ایرانیش رو نمی‌شناختیم، نمی‌دونیم مثلا بود یا نبود. نمونه ایرانیش رو نمی‌شناختیم که مثلا از ما پول ریال بگیرن و به جاش از کیف پول اتریومی خودشون برای ما اتریوم کارت به کارت کنن، انتقال بدن، ترانسفر بکنن. و خب حالا تو کامنت ها ما پیشنهاد هم دادن، یه سری سایت هایی هم الان توی ایران هست کاملا قانونی، کاملا با مجوز، احراز هویت خیلی سفت و سختی هم میکنن که واقعا خودت باشی و ازت ریال دریافت میکنن و معادل اتریومی به قیمت روز به اضافه کارمزدی رو به کیف پولت واریز میکنن. همینه که همیشه میگم حتما برامون کامنت بذارین. اصلا بس تو کامنت ادامه پیدا میکنه، یه درای جدیدی به روی خود ما هم باز میشه. دمتون گرم، باعث میشین اصلا ما بیشتر بریم بخونیم اطلاعاتمون رو کامنت تر بکنیم. داشتم اینو میگفتم، پس شما باید تو دو مرحله دو بار پول بدین تا اثر هنریتون تبدیل به یک پرونده رمزنگاری شده و بیا تو ویترین برای اکشن یا برای حراج و برای شروع پیشنهاد یا بید آماده بشه برای این کار. حالا این قبل بید منو یاد برره میندازه. آره این بید بیده. این بید بیده. حالا این پوله که شما باید هزینه بکنید با وجه اتریوم باید پرداخت بکنید از کجا میاد؟ از توی ولت میاد، ولتی که اون سایت NFT شما پشتیبانیش میکنه. قبلا هم گفته بودیم یه سری سایت های مختلفی هستن که شما میتونید اثر هنری خودتون رو به حراج بذارید اونجا با ساز و کارهای تقریبا مشابه رربل، اوپن سی و این فاندیشنی که ما باهاش کار کردیم و الان میخوایم اون رو امتحانش بکنیم. سایت فاندیشن از ولت متامسک استفاده میکنه. پس میخوایم بریم الان ولت متامسک باز کنیم. ما ایجاد کردیم قبلا، اتریوم هم خریدیم داخلش گذاشتیم، ولی میخوایم یه بار دیگه این کارو بکنیم. یه نکته در مورد خریدن اتریوم بگم، این گسفی که من در واقع کارمزد شبکه محسوب میشه تو روزهای مختلف متفاوته. حتی در طول ماه هم مثل در طول ماه و سال هم مثل دلار قیمتش نوسان داره و بالا پایین میشه. اما تجربه ثابت کرده این مبلغ گسفی یا پول برقی که میخواد ماینر رو موجب پردازش کردنش بشه تو روز شنبه و یک شنبه چون بازار جهانی تعطیلن تقاضای کمتری برای پردازش اطلاعات داره و طبیعتا کارمزد کمتری هم میگیره. امروز هم یک شنبه است که ما تصمیم گرفتیم امروز NFT رو در حقیقت اثر رو به NFT تبدیل بکنیم و بذاریم توی و از اونجایی که احراز هویت کردن تو اون سایت هایی که باعث میشن شما بتونی بهشون پول واقعی بدی و اونها اتریوم کارت به کارت کنن یک چند ساعتی یا چند روزی طول میکشه، ما دیگه الان نمیخواستیم اون امتحانش بکنیم چون چند روز طول کشید تا این اتفاق افتاد و ما پول دادیم. تو اون سایت اصلا فارسی بودن، اون سایت فارسی بودن، حالا ما کار کردن باشون خیلی هم سخت نیست. ما البته اسمشون رو نمیگیم، ترجیح میدیم که نگین، خودتون برید تحقیق بکنید. ما الان توصیه بکنیم مسئولیت گردنمون میفته، چه سایت خارجیش که با پیپل و ویزا کارت بخواد پول ازتون بگیره و معادل رمز مدل رمز ارزشو به حسابتون بگذاره. ما که توی ایران زندگی میکنیم پیپل و حسابایی بین‌المللی نداریم. خب اون حتی اگر داشته باشیم هم اون سایت هایی که از شما پول واقعی دلاری یا یورویی میگیرن و به جاش بهتون اتریوم میدن، لازمش اینه که آدرس محل سکونتتون و شماره موبایلتون مال مثلا کشور آمریکا باشه. غالبا اینجوریه که باید ساکن آمریکا باشین یا ساکن اروپا باشین. پس اون نمونه های فارسیش که یه سری شرکت واسطن در حقیقت اونا بیشتر به درد ما میخوره که از ما ریال میگیرن. این شرکتی که ما ازش گرفتیم یک استارتاپی بود، از ما ریال میگیرن و بهمون اتریوم آره بهمون اتریوم میدن. ولی قبلش باید یه ولتی بسازی که اون شرکت اتریوم تو کجا بریزه بده چیکار. هر ولتی یا هر کیف پولی که شما درست میکنین یک کدی داره، یک عالمه کاراکتر پر از عدد و حروف مثل شماره شبا مثلا،
که این شماره باعث میشه که کسی که میخواد به حسابتون پول بریزه یا شما میخواید به حساب کسی پول بریزین، با همین کد، با وارد کردن این کد میتونین این رمز ارز رو جابجا بکنین، ارز دیجیتالی رو بتونین جابجا بکنین. ما کارمون رمز ارز نیست، هیچ تخصصی هم درش نداریم، با کانال ما آشنایین راجع به عکاسی و سفر آسمان شب حرف میزنیم، ولی این اطلاعات رو مجبوریم کسب کنیم، چون برای NFT کردن اثر هنری شما باید این دقیقاً این مراحل رو ببرید، پس یک دیتاهای اولیه‌ای لازم. آره، و خیلی از همکارای ما که عکاسن یا هنرمندن دارن وارد این کار میشن، خواه نخواه تعداد کسایی که دارن وارد این صحنه، وارد این میدان میشن زیاد میشه، طبیعتاً هنر هم درگیر این ماجرا میشه. و حتی بعضیا این نظریه رو دارن که آینده هنر تو فضای دیجیتالی مطرح میشه و مثلا ممکنه یک کسی از اون سر دنیا پا نشه بیا تو گالری ما مثلا تو تهران یا هر شهر دیگه ای اثر شما رو ببینه، انتخاب کنه یا تو حراجی شرکت کنه یا بخره با خودشون محصول فیزیکی رو ببره. آدم ها هم توقعشون رفته بالا، یعنی میخوان کپی رایت اثر رو بخرن، و همین که تو این فضای دنیای بزرگ رفت و آمد ها خیلی کار راحتی نیست. اینو توی طولانی مدت باید ببینیم که این ماجرای NFT ها چه تأثیری روی دنیای هنر دارن واقعا. چه خودش یه گفتگوی آره، مفصل با صاحب نظرش، اون بخش فرهنگیش هم میشه بررسی کرد که چه اثری دارن توی ماجرا. چرا خیلی از دوستان میدونی که وارد این قضیه شدن دیگه. خیلی از عکاسا، مخصوصا عکاسای آسمان شب، چون صحنه ها صحنه های شگفت انگیز تریه، صحنه های متحرک جذاب تری از مناظر رو به نمایش میذاره، و خب اونو وارد شدن. عکاسای دیگه هم مثلا تو همه جای دنیا ها، من تو همین صفحه‌ای که فالو کردیم، صفحه های مختلفی، اکانت های مختلفی فالو میکنیم، عکاس منظره، عکاس خیابانی، عکاس شب، علاوه بر ویژوال آرتیست هایی که با نرم‌افزارهای گرافیکی یک تصاویر رو درست میکنن، میبینیم که دارن وارد این صحنه میشن. و خب به نظر من بی ربط هم نیستش که داریم در موردش حرف میزنیم، چون ما عملا میخوایم یه اثرمون رو NFT کنیم. منتها میگم کلن این سوال که برای هنر خوبه یا بده، به نظر من خیلی سالها بعد شاید بشه در موردش صحبت کرد. یعنی تأثیر این ماجرای NFT رو بعد از سالها روی هنر دید. و تأثیر این ماجرای بریم کیف پول رو باز کنیم. بریم باز کنیم دیگه، امید خدا. خب اول میخوای ساعت فاندیشن رو یه نظر دیگه ای بندازیم ببینیم چه شکلیه. حالا لاگینش نمی کنیم قبل از اینکه این دکمه رکورد رو بزنیم و ویدیو رو ضبط کنیم. پریسا همچنان دو دل بود که اصلا من این آثار بچه منن، من دوست ندارم واگذارشون کنم، دوست ندارم کپی رایتش رو واگذار کنم، اینو مال خودم، حقم دارم. شما وقتی وارد سایت foundation.app که میشید، این صفحه اصلی معمولا اولین آثاری که میبینین یه عکس بزرگیه، بعد وقتی میرین پایین تر عکسای کوچیکتری رو میبینین. اینها ترندهای روزن، یعنی کسایی هن که حالا به هر دلیلی مافیایی، برنامه ریزی شده، برنامه ریزی نشده، شانسی، کسایی که فالوورای بیشتری دارن، آدمای تاثیرگذار، هر کی، اینا بالاترن. چرا؟ چون الان اینها اولین پیشنهاد برای حراج رو براشون اومده و بعضیاشون ترند شدن، یعنی اینکه اصلا یک جنگی بین پیشنهاد دهنده ها در گرفته و همه دارن رو پیشنهاد همدیگه عدد میدن و مثلا قیمتای خیلی بالایی هم ما میبینیم. مثلا 69 صدم اتریوم، نیم اتریوم، یک اتریوم، یک اتریوم الان نزدیک یک اتریوم نزدیک 3600 دلار امروز، یعنی عدد بالایی. یک اثری رو گذاشته برای 3600 دلار که کپی رایتش رو واگذار بکنه. الان بالاترینش همون عکس بزرگ است دیگه، این 2000 رو کدوم؟ نه سیاه‌سفید، دو ست، دو نیم، ضرب در 36 کن، 8000 دلار، 8000 دلار. نه این کمه، این آره این کم. حالا تو این فضا، تو این سایت وقتی اینجا به دلارش هم نوشته اینجوری نه، آره 1500 خورده دلار. حالا برو بالا، بالای سایت یک کانکت ولتی داره. وقتی شما این کانکت ولت رو بزنین، میگه من دو تا کیف پول رو پشتیبانی میکنم، یکیش متامسک، یکیش ولت کانکت. ما با متامسک میخوایم کار بکنیم، تصمیم گرفتیم که کیف پول اون متامسک باشه و با سایت foundation.com هم کار بکنیم.
ما نمیدونیم کدوم بهتره کدوم بدتر، این تصمیم ما بود که اینو انتخاب بکنیم. مثل گالری های فیزیکی، مثلا تو تهران گالری شیرین داریم، گالری او داریم، یا عالم گالری داریم، اینا هم همینطوری هم. فاندیشن یکی از این گالری های مجازی بهتر و بدتر نیست، سازوکارشون تقریبا مشابهه، حالا یه کمی تفاوت ریز. خب الان میخواییم بریم پس یه ولت توی متامسک باز متامسک درست کنیم. وقتی رو این کلیک میکنیم چه اتفاقی میفته؟ میگه که شما باید کیف پولتون رو نصب کنید. یعنی هنوز داره میگه که شما کیف پولی ندارید، پس برید تو سایت metamask.com metamask.io و اونجا کیف پولتون رو بسازید. ما قبلا کیف پولمون رو داشتیم، داریم الان، توش هم اتریوم ریختیم، اما برای اینکه ببینیم که این متامسک رو چجوری میسازن، این کیف پول رو میسازن تستی، یک بار یک اکانت تستی رو درست میکنیم و بعد ادامه کار رو با همون اکانت خودمون ادامهش میدیم. اولین کار اینه که شما باید با مرورگر گوگل کروم این کار رو ادامه بدید، پیش ببرید، که ما الان توی گوگل کروم هستیم. خب گزینه دانلود رو میزنیم، بعد اینستال متامسک آن کروم رو انتخاب میکنیم تا این افزونه اضافه بشه به مرورگر ما، که ما با این پیام تایید گزینش رو تیک میزنیم و شروع کرد به دانلود کردن این افزونه. بعد از اینکه دانلودش تموم میشه خودش اتوماتیکلی فکر میکنم نصب میشه، بله اد میشه. اون گوشه نه. بالا میگه که بله متامسک شما اد شد توی کروم و یک صفحه جدید باز میشه. حالا میگه که شروع بکنید که کیف پولتون رو بسازید. حالا دو تا گزینه رو برای شما هست، یکی این که سمت چپی میگه نه من از قبل یک کیف پول دارم، اون کلمات رمز رو هم 12 تا کلمه است، خیلی سفت و سخت باید این رمز ها رو شما محافظت کنید، حتی تو کامپیوتر هم نباید نگه دارید، باید توی کاغذی توی دفتر امنی بنویسین که من توی این دفتر مال خودم رو نوشتم. و سمت راستی داره میگه که جدیدی تو متامسک، میگه بله بس پس بریم که یک کیف پول جدید رو درست بکنیم. یک سری توضیحات رو داره میگه هویت شما اینجا پیش ما محفوظه و این کیف پول هیچ وقت آدرس ها، رمز ها، نمیدونم معاملات موجودی شما اینا رو هیچ کدوم پیش خودش نگه نمیداره و آی پی شما رو سیو نمی کنه و هیچ وقت دیتای شما و اطلاعات شما رو برای سود به کسی تنها راحت هم آیگریه دیگه نمیتونیست آره که کلن مسئله به هم میاد. خب حالا شما باید اینجا یک رمزی رو انتخاب بکنید برای خودتون، حالا یک رمز، چون این اکانت تسته و اصلا ما نمیخوایم از این استفاده کنیم، یک رمزی که حالا یادت باشه انتخاب کن. خب میگه اون نکات رو من خوندم و حالا کیف پولم رو میسازم. یک ویدیوی در مورد این که چجوری از کیف پولتون محافظت بکنه، همین توضیحاتی که من دارم الان خورد خورد بهتون میدم و این داره تو این ویدیو تو یک دقیقه خورده ای میگه. پس نیکس نیکس میزنیم. آها خب شما هیچ وقت این کلماتی که زیر این قفل است نباید به هیچ کس نشون بدید، به هیچ کس نباید بگید، تحت هیچ شرایطی، به هیچ شرکتی، به هیچ فردی، فقط و فقط مال خودتونه. چون هر کس به این کلمات دسترسی داشته، به این 12 کلمه دسترسی داشته باشه، میتونه کل موجودی شما رو با یک کلیک منتقل بکنه و به هیچ وجه قابل بازگشت نیست. رمز دوم و نمیدونم سی وی وی و اتفاقا رمزش 12 تا حرف داره، ولی نه منظورم که مراحل دیگه ای نداره، همین کافیه و این بی بازگشت تمام. یعنی اگه منتقل شد تمام. حالا چون این اکانت تسته و ما هیچ وقت نمیخوایم از این استفاده بکنیم، باید این حروف رو روی این قفله کلیک میکنیم و این حروف برای ما نمایان میشه. نیکست رو میزنیم. حالا میگه که به ترتیب اون حروفی که اونجا دیدین اینجا باید وارد کنیم. کانفرم میکنیم. خب و میگه که ایول، خب تبریک و حساب شما باز شد. All done. آه داره توضیحاتی میده که امکانات این کیف پول چیه؟ که حالا میگم ما چون اولش هم گفتیم ما چون متخصص این ماجرا نیستیم به هیچ وجه نمیخوایم به شما توصیه های فنی و نکات فنی رو بگیم. این فضای کیف پول شماست، این فضای کیف پولی که جدید شما درست میکنید، نشون میده چقدر توش پول دارین که الان صفره و آره موجودیتون رو نشون میده بر حسب اتریوم. روی گزینه بای بزن، یعنی خرید،
به شما میگه که از این سایت ها شما میتونید با ویزا کارتتون اتریوم بخرید، اما هر کدوم اینا رو که وارد بشین بهتون میگه که اولا باید احراز هویتتون بر اساس شماره تلفن و آدرستون که توی آمریکا هستش باید انجام فقط بشه. فقط کشور آمریکا؟ من این ستا رو امتحان کردم فقط آمریکا بودش. و غیر از اون اصلا شما نمیتونی از این استفاده بکنید. پس بنابراین ما با این کاری نداریم. سواپ یعنی این که شما گزینه بعدی. سواپ یعنی این که از اتریوم تبدیلش بکنید، معادلش رو بگیرید به یک واحد پولی رمز ارز دیگه. خب ما اصلا توی فضا نیستیم، به کار ما هم نمیاد. ممکنه شما رمز ارز دیگه داشته باشید، بخواید به اون سواپ کنید و با کارمزدش هم هست. و سند هم یعنی که شما میخواین با همون آدرسی که دارید این رو به کیف پول کسی دیگه بفرستید. میگه که آدرسش رو پیدا کنید. آدرس چیه؟ یه بک بزن. آدرس همون بالا هست. آره. شما رو اونجا روی اون کادر کلیک کنید، میگه کپی شد توی کلیپ بوردتون و میتونید اونجا وارد کنید و برید. حالا این که اصلا این کیف پول شما ساخته شده کجا میتونی تراکنش ها رو ببینی، کجا میتونی موجودیت رو ببینی؟ این سه نقطه منو رو بزنید. آها، View account on Etherscan. Etherscan جاییه که تمام محاسبات، معادلات، تراکنش ها سیف شده. این که کیف پول میگه من هیچ اطلاعاتی رو نگه نمیدارم همینه، میگه من اطلاعاتی رو نگه نمیدارم، Etherscan این رو سیف میکنه. Etherscan یک سایت معتبریه که داره تمام معاملات رو رصد میکنه و گزارش گیری های بدون تغییر و بی بازگشت رو اینجا داره ثبت میکنه، که حالا اینجا اون شماره شبایی که حالا اصطلاحاً داریم میگیم اونجا هست، یک شماره 20 کاراکتریه که آدرس کیف پول شماست. خب پس تا اینجاش یاد گرفتیم که چجوری کیف پول رو درست کنیم، توضیحات مقدماتی، و قسمت بعدی میریم درباره این که چجوری NFT بکنیم. توی قسمت بعد ببینیمتون. خدافظ. این خدافظ بای تا های دیگه. خدافظ. چقدر زیاد شد. خوبه، لازم بود.